مصاحبه این هفته با یکی از دوستای خیلی خوبمون، هنرمند خوب بهبود هستش که حتما مطمئنم کاراشو شنیدین، ولی شاید نمیدونستین که کار بهبوده. میریم که با بهبود یه مصاحبه داشته باشیم، بیشتر باش آشنا بشیم. سلام بهبود عزیز. سلام افشین عزیز، سلام میکنم به شما، همکاراتو و همه بیننده‌هاتو. مرسی که این امکان من داری که در خدمتتون باشم. خب بهبود جان، کجا سکونت داری؟ از این بزرگتون که من اروپا زندگی میکنم، ساکن سوئد هستم. یه خوره این ورور بودم به واسطه کارهای هنری و سال قبل، ولی محل سکونت اصلی سوئد هست از حدود 30 سال پیش. کارهای هنری من که نمیدونم، بیشتر فکر کنم مردم با کارام آشنا باشن تا با خودم. این یه انتخابی بود که خودم کردم سالها پیش که به این شکل کار بکنم، ولی حدود 20 ساله که این کار بکنم. آیا کار دیگه ای هم در کنار کار هنری انجام میدی؟ من تحصیل دارم رشته حقوق مالی از دانشگاه سوکل. کارم کار مشاوره مالی، کار حقوقی میکنم، مشاوره حقوقی، حقوق مالی و مالیاتی میکنم. یه بیزنس کوچولی دارم مال خودم که سالها دارم میرونمش. این تحصیلات و حرفه اصلیمه و کنار این چند تا سرگرمی دارم، از جمله اینتریور دیزاین، کار دیزاین داخلی خونه رو میکنم. یه سرگرمی دیگه هم کارهای ورزشی، پرسونال ترینر، کارهای مشاوره رژیم غذایی و ورزشی هستم. بزرگترین و سومی سرگرمی من موزیک. بهبود عزیز، یه ذره راجع به کارهای قبلیت برای ما توضیح بده، چون میدونم 100% کارهایی داری که به گوش مردم آشناه، ولی خب شاید نمیدونن که کار شما باشه. عرضم به حضورتون که من فکر کنم اولین کاری که یه خورده بیشتر از کارهای دیگه پخش شد، یک کاری بود به اسم ستاره که خودم نوشته بودم و این رو حدود 2-3 سال پیش با بچه های داخل ایران همکاری داشتیم، این کار رو بازسازی کردیم. شب دلم بیقراره، هوای دو چشما تو داره، آرام جانم ستاره، دل از دوریت پاره پاره، دیگه تاب دوری نداره، درد نهانم ستاره. ستاره تو که مهربونی، گل نقره آسمونی، بشین توی گل خونه من، شبای تاریک و خاموش، منم با جدایی هم آغوش، رسم جدایی رو بشکن. ستاره چشات نازنینه، به انگشتر شب نگینه، رها کن دل آسمونو که جاد پیش من رو زمینه. و بعد دومی کاری که خب بیشتر از اون فکر میکنم سر صدا کرد، کار نازی جان بود که دور و برش حواشی هم زیاد بود. اون کارم ترانه شو من نوشتم، آهنگ محلی افغانی بود که ترانه شو من نوشتم و بعد ظاهرا اینقدر مورد علاقه و استقبال قرار گرفت، نه فقط از طرف شنونده ها بلکه از طرف همکارانم. آدم ها زیاد انتخاب کردن که اینو بخونن که خودش برای من باید خوشحالی. نازی جون رو بهبود چه سالی بود نوشتی؟ فکر میکنم 12 سال قدیمی این کار، فکر میکنم 12 سال پیش بود که این کار رو نوشتم. خب راجع به کار جدیدت دلم و بردی که در دست تهیه هستش، موزیک ویدیوش میدونم برای ما قبلا گفته بودی، یه مقدار توضیح میدی؟ من بعد از یه مدت ها که بیشتر کارهای آروم خوندم، 3-4 سال اخیر بسته به احوالی که خودم داشتم، کارهای آروم نوشتم و میخوندم. این اولین کار شادی که بعد از شاید 4 سال با تیم قدیمی خودم، دوستان خیلی خوبم فرهاد اربابی و فرهاد زن انجام داریم. تنظیم این کار رو دوستانم در ایران گروه پازل بند انجام دادن، ترانهش خودم نوشتم و آهنگش رو با دوست خوبم آقای سعید شایسته کار کردیم
امیدوارم مردم خوشتون بری کار بزودی ریلیز میشه. خب چه مجموعه خوب و گروه خوبی دارین شما، واقعا فکر کنم همه آشنایی دارن با این دوستان. دقیقا ما یه تیم قدیمی هستیم، فرهاد ارباقی، فرهاد زن، با این دوتا عزیزان من سال هاست، شاید بوده 15 ساله که با هم کار میکنیم. آلبوم های زیادی داریم، سینگل های زیادی بیرون داریم. این یه کار مشترک بعد از مدت ها بود که جدا جدا کار کرده بودیم، که یه بازگشت مجدد بینا وحشتناک حالمون خوب بود در طی انجام این کار. خب به غیر از این دوستانی که نام بردی از این بچه های گل، با کسی دیگه هم همکاری کردی در زمینه موزیک؟ آره، من بچه های لس آنجلس خوب به یه مدت زیاد کار میکردم، ولی بچه های اروپا به واسطه نزدیکی از نظر جغرافیایی کار باشون راحت‌تر بود. اگر من 3-4 تا کار با شادمه رقیلی کردم، یعنی با هم کار نوشتیم، شابر کار تنظیمش رو کرده یا آهنگ برام درست کرده، خیلی همکاری خوب و مفیدی بود. این اواخر هم با بچه های ایران 2-3 تا کار از جمله همین کار دلامبردی با پازل بند انجام دادیم. آقای رشاد طریفور از تنظیم کننده و هنرمندهای جوانمون، اینا کسایی هستن که باشون گاهگاهی کار کردیم، ولی تیم هستیم. فرهاد ارباقی، فرهاد زن، همیشه ممنون و مدیونشون هستم. بهبود، کار موزیک کلن چقدر در روز، یعنی از کار روزانته و تا چه حدی اینجوری بگم کار اصلیت نیستش، ولی میخوام میرم واقعا برای قلبت میخونی این کار رو انجام میدی؟ دقیقا من به دلایل شخصی خیلی وقت پیش انتخاب کردم که این کار موزیک رو در حد هابی و سرگرمی نگه دارم. برای من یه جور تراپیه، من باهاش به آرامش میرسم، باهاش استراحت میکنم، باهاش حالم خوبه. برای همین برنامه میرم، ولی خودم انتخاب میکنم کجا برم. خدا رو شکر که این امکانو دارم که انتخاب کنم کجا بخونم کجا نخونم. بیشتر لذت و وقتی دارم که با دوستانم میشینیم مینویسیم میخونیم و از اون بیشتر وقتی خوشحال میشم که مردم استقبال. با شادمر گفتی، کدوم آهنگ بود که با هم کار کردیم؟ با شادمر یا آهنگ کار کردیم به اسم چشم آسمونی، یکی از کارهای زنده یاد هایده رو بازسازی کردیم و کاری که بیشتر فکرم مردم بشناسن یک کار به اسم ببخشید اسم آهنگ بود که اینو ترانه‌اش رو خودم نوشتم، آهنگش رو من و شادمرش گذاشتیم و شادمر تنظیم کرد. این کار بیشتر شنیده شد تو یوتیوب، این منو بعد بهتر پخش شد. خب بهبود جان، متاسفانه به آخر مصاحبه رسیدیم، یه زمانی من در اختیارت میذارم، اگه چیزی هست که میخوای اضافه بکنی میتونی برام اینجا بگی. نه عرض به خصوصی ندارم، بازم تشکر میکنم از وقتی که من دادین که بتونم چند کلمه با شما و بیننده‌هاتون صحبتی داشته باشم. اگر هم میتونن دوستان کارامو از طریق فیسبوک هم بهبود بهبودیان کارهای جدید یا آخرین اخبار رو از اونجا میتونن داشته باشن، در اختیارشون بذارن. برای همشون آرزوی سربلندی. در ضمن برنامه ما جیوان رو نگاه میکنی بهبود؟ 100%. بسیار بسیار عالیه برنامه‌تون. این اواخر من باش آشنا شدم متأسفانه و که زودتر آشنا شدم خیلی خوشم میاد. بهبود عزیز، ممنون از لطفت که با ما بودی. برات آرزوی موفقیت میکنم، منتظر کار جدید دلم و بردی هستیم که لذت ببریم. همچنین نازنین، خدا یاری آورد.